خواه بسم الله الرحمن الرحیم ایم روز پنجم Introduction to Networking است و موضوع درس امروز ما بالای نتورکینگ دیوایسز خب بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما شما رسیده بالای دیوایس های نتورک و یا همچنان وسایل نتورک در دپارتمنت و راست اونجا نموسرمیست نشتا کنه این وسایل نتورک هر وسیله ای که بتواند جهت ارتباط دادن یک و یا چندین وسیله با همدیگر به کار می رود به نام وسایل نتورک یاد می شود بلوتوت می تواند یک وسیله نتورک باشد وسایل نتورک عبارتند از شماره یک لن کارت یا ان آی سی کارت هاب شماره یک لنکار دو هاب شماره سه سویچ شماره چهار راوتر تشریح کردیم گفتیم نتورکینگ دیوایس گفتیم هر وسیله ای که بتواند به خاطر ارتباط برقرار کردن بین یک یا چندین وسیله به کار برود اینمی وسایل ما چی یاد کرده میتونیم به نام وسایل نتورک مثلا بلوتوت موبایل یا بلوتوت کامپیوتر از جمله یک وسیله نتورک است
این قسمت که از همکار خودش یک وسیله ندورک است، هاب یک وسیله ندورک است، سویج یک وسیله ندورک است، راوتر یک وسیله ندورک است، کیبل یک وسیله ندورک است. یعنی بدون از ما باید که اگر خواسته باشیم که یک ندورک اجرا کنیم یا بین کمیترها امون ندورکنگ عملش اجرا کنیم، بدون از وسایل ندورک ما یک کار را کرده نمیدون. وایفای هم میشه. اینا بخشی بودن بچه نام به نام بخش نتورک دیوائسز. بخش دیگه شان میرسه به نام لن کارت یا ان آی سی کارت، نشتک و لن کارت. لن کارت یا ان آی سی کارت، لن گرفته شده از پیش خونش نکرده بوده اینا، نه لن کارت یا این آی سی کارت، لن گرفته شده از لوکال ایریا نتورک لن گرفته شده از لوکال ایریا نتورک و NIC گرفته شده از Network Interface Network Interface Card Network Interface Card نشته کنین کارت اتصال شبکه کارت اتصال شبکه می باشد. کمی تر تفتی برای وصل کردن کامپیوترها با کیبل و دگم میدیا بکار می رود. شامل سیستم وایرلس نیز می شود. میدیا یعنی هر چیزی که بتانه بین کامپیوترها دیتا را سیل ریسیف کنه. میدیا رسانه است، نه از انگلیسی. در بخش کمپیوتر هر وسیله که بتونه دیتا رو در خود بگیره و برای کسی دیگر روان کنه. خب و شامل یک آدرس فیزیکی نیز می شود که
که این آدرس به شکل تاق می باشد که به نام مک یا میدیا اکسس کنترل گفتن که دارای یک مک آدرس دارای یک آدرس فیزیکی می باشد که همین آدرس فیزیکی را ما شما بچه نامیت کردن می تانیم بنامه مک آدرس بچه نامیت کردن می تانیم مک آدرس روزاز اکسیس چی ما اکسیس کن اکسیس دسترسی را میگن داشت چیش میکنم باش کمی باش خلاص شما خب گفتیم ما شامل یک آدرس فیزیکی میباشد که این آدرس فیزیکی را برام مک آدرس یاد میکنیم که یک آدرس تاق هستنه با سرخط نشته کنین میتواند دیتا را به همه کمپیوترها اکسس کنترول شد بعد از اون نشته که می تواند دیتا را به همه کمپیوترها پخش کند همین که در قسمت هفت بوده سلاید تبدیل شده خب خیر اوش هم تو سرش خط بکشین و نشک رو برای آن ما می توانیم که استاد دیده خط بکشم برای آن ما می توانیم که یک آدرس منطقی برای آن ما می توانیم که یک آدرس منطقی بین قوس نشک آی پی بدهیم دوستان این است که می تواند دیتا را بخم سر از خط بگشت سلاید بعدیست خب ببینین ما شما باریم بخش را خواندیم بچه نام بنامه لنکار یا این را یک تعداد بچه نام یاد میکنه بنامه نک یا نتورک انترفیس کارد یا NIC کارد لوکال ایریا نتورک انترفیس کارد خب نتورک انترفیس کارت البته ما شما تشریح کردیم گفتیم نتورک کارت لان کارت
عبارت است یک وسیله ای است که در کل به خاطر ارتباط دادن کامپیوترها یا دیگر مدیا در کامپیوتر چی میشه؟ استفاده میشه. البته انمی لند کارد یا NIC کارد را که ما شما در کامپیوتر استفاده میکنیم خودشان دارنده یک فیزیکال آدرس به این معنا وقتی که شما این را از بازار خرید میکنین دمو خودش در پشتش لیبلش زدگی است و آدرسش اونجا درج شده است فهمیده شده نه او فیزیکال آدرس است. اینمی فیزیکال آدرس را که ما شما استفاده میکنیم این را به نام مک آدرس هم یاد کرده میتونیم. مک آدرس یک آدرسی است که شکل یونیک است تاق است مثل سیم کارت های موبایل شما سیستم او آدرسی که تو پشت داری کسی دیگه او را نداره و بر از اینمی لنکارت باز ما شما خود ما میتونیم کشی اپلای کنیم یک آی پی آدرس اسائن کنیم. مثلا در این کامپیوتر کسی دارنده چند لنکارت هست؟ دارنده یک لنکارت است. اما کامپیوتر ما دارنده چند لنکارت است؟ دارنده دو لنکارت است. بله بشه گرفتی؟ وقتی که تو خواسته باشی آل اینمی لنکارت را که تو در کامپیوتر وصل میکنی مثلا آنی کیبل را که تو در کامپیوتر اینجا میری برای کامپیوتر جناب مقابل وقتی که تو برای شایپی میتی در کل اینجا ایش ناسایی میشه توسط مک آدرس مسته شده هستید یا نه دیگه؟ همین نوار هسته از او چهار دان هسته اینی پورت اینی پورت همین اصول لپتاپ های کارایسه من کارش شده آه مادر بالا که از داننده است چهار پورت هم میباشه و سه پورت هم میباشه. البته اینی بخشی بود بچه نام بنام لنکارد لنکارد همه خراب فهمین که بخاطر وصل کردن دیوایس های نتورک مثل کیبل در یک شبکه به کار میره. لنکارد که از خودش دارنده یک آدرس فیزیکی است مثل سیم کارت موبایل شما و اینمی آدرس فیزیکی که از شکل تاق است یونیک است یعنی کسی دیگه از یه آدرس نداره و باز ما میتونیم برای این خود لنکارد خود ما یک آی پی آدرس بتیم. بعد از وقت چکر رسید چه قسم آی پی آدرس بررسی اصلا میکنیم گپای بعدی است او. آره وسیله دوم نتورک که ما شما میخوانیم چی است؟ هب شماره دو هب عنوان وسط HUB میتواند دیتا را به همه ای کامپیوترها ارسال کند. هم نه سرش خواهد این رقم این سرش یک خط بکشین که شما از بخش نمیشن. حالا این ایش شما ده بخش هب میشه هب نشکا دومین وسیله نتورک می باشد و نیز دارای یک نقطه مرکزی در بخش نتورک می باشد و نیز دارای یک نقطه مرکزی در بخش نتورک می باشد. مرکزی؟ آها در بخش نتورک می باشد. هب نمی تواند مک آدرس را شناسایی کند. و می تواند دیتا را به همه کامپیوترها پخش کند. سرعت آن کمتر و از امنیت برخوردار نیست. ببینین اینمی وسیله که هستی وسیله را که ما شما استفاده میکنیم اینمی وسیله را بچه نامیت میکنیم به نام هب. ای چند پورت داره؟ دو، چهار، شش، هشت پورت داره. یعنی میتونه هشت پایه کامپیوتر را در خود چی کنه؟ بگیره یا وصل کنه.
البته اینمی سویش که خود هب که از عبارت است یک وسیله مرکزی در بخش نتورک می باشد که ای یک خاصیت داره مک آدرس شناسایی کردن نمیتونه. خاصیت دیگه را که داره دیتایی که از یک کامپیوتر به اونمو دیتا را برادکاست میکنه، برادکاست به ایمانو که دیتایی که از یک کامپیوتر به اون را به کل کامپیوتر را چی میکنه؟ پخش میکنه مثل وان تو منی واره. بله بشه گرفتی؟ سیستم دیتابیس اگر باشه مورد باز خاصیت را که در بخش هب از دیتایی که از طریق هب سند و ریسیو میشه سرعتش نسبتاً چی هسته کمتر است، ولی دیتای شما که روان میشه نات سیکیور محفوظ نیست. بایی منا دیتایی که از طریق کمپیوتر یک روان میشه مثلا به فای کمپیوتر هفت ای باید ارسال شوه، یعنی سند شوه به کمپیوتر دو از دو و سه سه به چهار چهار به پنج پنج به شش شش به، یعنی کلی کسایی که در بخش شبکه هستن میفهمند که دیتا از کدام کمپیوتر به کدام کمپیوتر روان میشه و دیتایی که روان میشه چه قسم دیتا هستن. معلوم شد گرفتین؟ این که اصلا دارنده امنیت نیست. استاد یک سوچک آنتنه کن داره این هم داره یه اصلا بخش های نسبتا سابقه ایش هستن. خب معلوم شد گرفتین دیگه؟ استاد یک جدا فروخت نمیشه. یک وسیله ندور کسی اکلش جدا جدا فروخت میشه. انترنت کیبلی که میگیری باز کار مالا بسید رسیدین پوشوی اینه بخش دیگه شما که هستا شما رسید نشته میکنین سویچ. سویچ ما اینجا داریم پیش خود. نشته کنین سویچ. یک وسیله مرکزی نتورک می باشد و می تواند سیستم مک آدرس و می تواند سیستم مک آدرس را تشخیص و شناسایی کند. سرعت آن زیاد و دارای امنیت نیز می باشد. دیتا را از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیتا را می تواند از یک کمپیوتر به یک کمپیوتر به این قوس نشته کنین یونیکاست یونیکاست و می تواند از یک به چندین پایه کمپیوتر بین قوس نشته کن مولتی کاست و از چندین پایه با چندین کامپیوتر دیگر بین قوس نشته کنین برودکاست میکنند. سویچ ها میتواند دارنده چندین پورت باشد. شماره یک
شماره یک پورتای ایدرنت از ایدرنت دیتا که روان میشه سرعتشان ایدرنت در ایدرنت چقدر است هستند ریسیوی دیتا 10 مگابیت پر سکند دیتایی که از طریق پورتای ایدرنت روان میشه در یک ثانیه سرعتشان 10 in 20 دومشان که از فست ایدرنت است در گیگابیت صد Mbps است فایبر میره نامش فونکشنه بی آلاش میری آلاش کشنه بی دو چه پسی؟ دو که سرعتشون با زیاد هست خب ببینید وقتی که ما شما گفت راجع به سوش میزنه منه در این قسمت که هست سرعت از این در اینجا هست ای دارنده 24 پورت چی هست؟ پورت فست ایدرنت هست اونجا ما شما فست ایدرنت خواندیم فست ایدرنت دیتایش در یک ثانیه حدود چقدر 100 این بی دیتا در این روان میشه اینجا برای شما اینو ببینید لیبر است دیگه است 24 پورت فست ایدرنت اینو می پورتا کارش پورتا چی هست؟ پورتا فست ایدرنت است فقط این میتونه حدود 24 پا یکمتر را در خود بگیرد سویش یک خاصیت داره که سیستم مک آدرس هم شناسایی کرده میتونه آی پی آدرس هم شناسایی کرده میتونه آی پی آدرس کس یک آدرس منطقی است و مک آدرس کس یک آدرس فیزیکی است دو مومنت دانیم دیدیم اینمی 24 پای کمیتر رو واسه کنیم 34 دارنده 16 پورت است 24 پورت است 48 پورت است 64 پورت است میشن اینا رو سویچ های یک خاصیت داره دیتای را که ما شما از طریق سویچ به کمیتر رو روان میکنیم دیتای ما شما که هست یعنی سیکیور است یا از یک پایه بدگه پایه که روان میشه فقط بنام پایه شناسه ای کرده میدنه که دیتا از کدام پایه به کدام پایه روان شده و وقتی که شما دیتا را از یک کمپیوتر به یک کمپیوتر روان میکنین این خاصیت چی یاد میکنه به نام یونیکاست یاد میکنه یعنی وان تو وان میشن و اگر خواسته باشین که دیتا را از یک پایه کمپیوتر به چندین پایه کمپیوتر روان کنین این خاصیت به نام مولتی کاست یاد میکنه وان تو وان اگر خواسته باشین که از چندین پایه به چندین پایه کمپیوتر دیگه روان کنین این خاصیت به شما یاد میکنه به نام برودکاست مانی تو مانی مطلب چی گرفتین یعنی اینی شکل یک سبچ شما میدانین باسی را خودتان ببینین در این قسمت هم که هست در اینجا برای شما معلومات دادن برق رکی ذرت دارد 240 ولت است اینجا سبچ ایسی زمانی نه 240 است میشم بینین از نزدیک ما اونجا یک دیاگرام شما میکشم استاد یه قدر این بی ازی بالا برنی قدر قیمت برسه قیمتش هستم قیمتش بالا میره باشه می پاکت ریسه را باز کنیم K
کمی تر آره میری. این قسمت وقتی شما کلک میکنین، اینی وسیله چی هستی؟ وسیله مرکزی سری باید در مرکز در بین کمی ترها باید چی شبه گذاشته شده. مثلا کمی ترها را شما میرین اینجا وصل میکنین. اینی سویش را که ما شما استفاده میکنیم دارنده چند پورت هسته که در اینجا ماندیم تصویرشن؟ 24 پورت هسته. حالا شما من از این قسمت کمی ترها را چی میکنین؟ وصل میکنین. خب در این قسمت که هست ما شما نوعی کامپیوترها را با هم دیگر چی کردیم وصل کردیم. مثلا در صورت که اگر اینی پی سی دو خواسته باشد دیتا را وقتی که با پی سی شرش روان میکنن، این پی سی دو وقتی که دیتا را خواسته باشد با دیگر پی سی روان کنن، در اینجا ما شما برازی یک کومنت آمیاره میمونیم برش. مثلا آی پی آدرس ازی را برش تاین میکنیم 192.168.1.1. باز اینجا میگم یک آی پی آدرس دیگه برای این میدیم، میگم 192.168.1.2. ببینین حالا مثلا اینی آی پی آدرس از اینی کمی تر است، 192.168.1 از اینی پای کمی تر است و 192.168.1 از این پای کمی تر است. وقتی که کمی تره یک میخواه به دو دیتا را روان کنن، دیتایی که از طریق کمی تر یک به دو روان میشه، اول در ابتدا در کدام جا میاد؟ در سویش میاد. چرا؟ سویش خودش یک وسیله مرکزی نتورک است. بعد توسط اینمی خود اینمی سویش این تشخیص میشه، یعنی آدرسی که ما شما در اینجا برازی اصلا کردیم یک آدرس چی اصلا منطقی است. این میتونم سویش میتونم فیزیکال آدرس هم مک آدرس هم لاجیکال آدرس چی کنه تشخیص کنه. توسط سویش تشخیص میشه که دیتایی که از طریق کمیتر 192.168.1.1 روان شده توسط از این تشخیص میشه که به کدام کمیتر روان میشه، مثلا به کمیتر .1.2. دوم سویش که از دارنده سیستم دیتابیس هست در خود، میتونه دیتای از این رو در خود چی کنه؟ ذخیره کنه. سوم میتونه خاصیت فلترنگ اینجا اجرا کنه. خاصیت فلترنگ به این معنا که نمی خودش انالایز کرده میتونه تحلیل کرده میتونه دیتایی که از طریق کمیتر روان میشه و کدام آدرس است و کدام مقصد روان میشه، میتونه دیتا را در خود بگیره تشخیص کنه. و دوم به این قسمت که هست سیستم انکرپتد دیتا نیست موجود است. اینمی خاصیت ما شما باشی نامید کرد یاد کرده میتونه به نام یونیکاست، یعنی وان تو وان میشه. اینی شکلی بود که برای شما این کار کردیم مربوط به چی بود؟ به سویچ. استاد اکسترهای محدود میتونه در اکس حالا وقتی که ما شما کمیتر را به سیستم شبکه یا نتورک وصل میکنیم خود چندین مطلب داشتیم. یکی بتونم دیتای خود بین هم دیگر شیر بسازین، دوم سیستم و منابع خود، مثلا از یک سیدروم چندین پای کمیتر استفاده کنن، از یک پرنتر چندین پای کمیتر استفاده کنن. پوشوی خب درس امروز ما شما امروز همی اندازه بس از خود سوچه برای شما از نزدیک نشان داریم، شما هم سوچه